مسئولان حکومتی و عالمان دینی در همایش مبلغان دینی در کابل تاکید کردند که مبلغان با استفاده از فرصتها تبلیغات تخصصی را در مساجد دنبال کرده و موارد منفی و تفرقه افکن را برطرف نمایند. آنان در این همایش گفتند که به دستور وزارت حج و اوقاف مراسم ختم قرآن در مساجد باید بعد از ظهر برگزار گردد و در صورت برگزاری قبل از ظهر صرف طعام باید بعد از ادای نماز صورت گیرد. همایش مبلغان دینی در کابل و تاکید بر وحدت و برادری میان مردم افغانستان. مسئولان مجمع اهل بیت چهارمین همایش مبلغان را تحت عنوان تبلیغات تخصصی در کابل دایر کرده میگویند که تبلیغات علما در محوریت وحدت میان مردم افغانستان، همگرایی و برادری ضروری می باشد. آنان در این همایش گفتند که مبلغان طوری با مردم صحبت کنند که به سوی وحدت و همدیگر پذیری کشانده شده و از این طریق اقشار مختلف جامعه با هم وصل شوند. یعنی عزم و اراده و راسخ و راستینی یک مبلغ، یک رسول الهی با تکذیب مردم تغییر نمی کنه. مردم امکان داره ما را هر چیز بگوید، ولی در روح خودش باید ثابت قدم باشم. این تاکتیک تبدیل جمعی و بعد هم تایید بعدی و بعد مسائلی که در اینجا وجود دارد و اینا آخرش گفتن که و ما علی را این دار برای اول مبین. همچنان مسئولان مبلغان را مأمور معارف قرآنی دانسته و خاطرنشان ساختند که نقش علما مبارزه با عقاید انحرافی است و تبلیغ آنها باید برخواسته از مغز اسلام باشد. آنان همچنان در ادامه افزودند که مبلغان باید روایات درست و صحیح را به مردم ارائه کنند. این مأموریت از قالب تهذیب، تزکیه، اخلاق، نظم و انضباط باشد. پاسخگویان و مسئولیت پذیری و سعی صدر خیرخواهی داشته باشد. علمای عزیز عدالت محوری داشته باشد و در بیانات خود ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی تحکیم برادری و وحدت داشته باشد انشاءالله. از سوی هم نماینده وزارت حج و اوقاف در این برنامه گفت مساجد یک ظرفیت و فرصت مهم برای جامعه افغانستان بوده و علما از این فرصت به منظور تقویت ارزش‌ها و رشد نسل جوان استفاده کنند. نماینده وزارت حج و اوقاف در این همایش گفت که به دستور وزارت حج و اوقاف مراسم ختم قرآن در مساجد باید بعد از ظهر برگزار گردد و در صورت برگزاری قبل از ظهر صرف طعام باید بعد از ادای نماز صورت گیرد. ریاست وزارت مکتوب داده اول اگر چم بشه اول نماز شود بعد چی شود؟ در اصل اینه که علما باید این که کار را به دست بیده فاتحانی ها بعد از رو شده هم خرج مردم کم میشن، هم مصرف مردم کم میشن و همون که امی وضعیتی که در وقت نماز و در وقت عبادت و غذاخوری همین وضعیت ها خلاص میشه. گفتنی است که علما خاطر نشان کردند که اگر تبلیغات تخصصی نشود ممکن است تبلیغات آنها برعکس نتیجه داده و به جای هدایت مردم گمراهی، مشکلات و اختلاف میان اقوام را به بار آورد. آنان بر روش‌های تخصصی و تبلیغات مؤثر تاکید نمودند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.